درود به شما دوستای عزیزم، من ماهین صادقیان هستم و میخوام یکی از مشکلاتی رو که خیلی از دوستان از ما پرسیدن رو با این ویدیو حل بکنم. یک آموزشی رو در خدمتون هستیم، آموزش پنل آفلاین کارگزاری آگاه. پنل آفلاین که حالا من این پنلی که دارید میبینید با یوزر پسوردی که از دوستان دارم وارد میشم، به این صورت هستش که شما در خارج از زمانی که بازار باز هست هم میتونید خرید و فروش داخلش انجام بدید. خدمتتون عرض شود که زمانی که میخواین خرید و فروش انجام بدین، شما به راحتی میتونین از طریق پنل آفلاین بدون اینکه نیاز باشه توی ساعت خاصی حضور داشته باشین این کار انجام بدید. حتی نیازی هم نیستش که شما خرید و فروشی که انجام میدید در واقع با قیمت همراه باشه، که حالا بهتون میگم به چه صورت هست. برای دارایی ها، خب دارایی ها اینجاست، تراکنش های دستی که حالا هر تراکنش که اینجا باشه هست، گردش حساب، پرداخت شتابی. برای اینکه شما بخواید پرداختی داشته باشید، یک پرداخت مثبت، اگر که اینجا من بزنم اینجا میتونم اطلاعاتی رو، مثلا هر مبلغی رو که مد نظرم باشه اینجا وارد بکنم و بعدم بانک رو انتخاب بکنم، پرداخت بکنم مثل پرداخت های دیگه هست، هیچ کاری نداره. تقاضای بچش هم به همین صورتی که میبینید. اما میریم داخل قسمت خرید و فروش. خب اینجا یک نمادی رو، نماد عرض اولیه که پیش رومونه پیزد رو داریم و درخواست داده شده و همونطور که میبینیم این درخواست همچنان که میبینیم معتبره، تاریخ براش تعیین کردیم. تاریخ رو باید زمانی بزنید که شما میخواید اون سهم خرید و فروش بشه. حالا من درخواست خرید میزنم، مثلا یک مبلغ اینجا سالا 238 تومان، البته عددی نیستش که بشه باشه خرید فروشی انجام داد و باید در واقع این مبلغ حداقل 500 هزار تومان باشه. اما برای که ببینیم به چه صورته، مثلا همین نمادایی که اینجا هست، مثلا من تاپیکو رو انتخاب میکنم، درخواست رو انتخاب میکنم، حجم و قیمت روز رو من پیشنهاد میکنم. حجم و قیمت روز چند تا ویژگی داره، سرمایه قیمت روزم الان بهتون میگم، حجم و قیمت و سرمایه قیمت هم هست. حالا مهمترین کاری که ما انجام میدیم این حجم و قیمت روزه که بهترین هم هست به نظر من و خیلی کار ما رو حل کرد. وقتی حجم و قیمت روزو میزنم، مثلا من میگم آقا از نماد تاپیکو من تعداد مثلا 5000 سهم رو میخوام. این تعداد سهمیه که میزنیم و هیچ ربطی به مبلغمون نداره. و درخواست، برای درخواست در واقع ما میایم، حالا درخواست روز هست ولی در خارج از ساعت معاملاتی شما میتونید درخواست روزهای متعددی رو بزنید. درخواست روز رو وقتی میزنیم حجم و قیمت روز، این توی اولین روز کاری بعد از درخواست شما میزنه. اگر بازار الان مثلا باز باشه، یعنی تا قبل از ساعت 12 باشه، همین امروز خرید میکنه، البته عذرخواهی میکنم میذاره برای فردا اولین روز بعد خرید میکنه، اما اگر بازار بسته باشه میذاره برای در واقع زمانی که، یعنی اگر شما 12 شب شروع کنید درخواست بزنید، همون روز براتون خریداری میکنه اگر قبل از شروع بازار باشه. پس این حجم و قیمت به این صورت، شما حجم رو میزنید، توی ماشین حسابتون هم یه قیمتش رو میزنید که ببینید مثلا نرم قیمت بازار به همون اندازه پول دارید یا نه، اون مبلغ بلوکه میشه داخل حسابتون و شروع میکنید خرید و انجام دادن. و حجم و قیمت هم که شما حجم رو مثلا میزنید، سقف قیمت هم میزنید، میگه آقا به این قیمت که رسید حد اکثر تا این برا من بخر، اگه از این عدد بالاتر بود من نمیخوام برام بخری. اینجا خوبیش اینه که شما میتونید اون روز معاملتون رو هم تغییر بدید، حتی یه روز مشخص بذارید یا اینکه تاریخش متفاوت باشه. این توضیحی که بهتون دادم بهترین کاریه که شما میتونید با پنلتون انجام بدید. قسمت سرمایه و سقف قیمت داره که شما تعداد رو نمیزنید، میگه آقا من اینقدر میلیون تومان میخوام سرمایه گذاری بکنم، سقف قیمت هر سهمی هم که میخوام برام بخرید این تومنه هر چقدر که هست، و پنل براتون خریداری میکنه. خوبی پنل آفلاینی که حالا من با آگاهشون کار کردم میدونم که خوبیش اینه که بهترین قیمت رو براتون خرید و فروش میکنه. یعنی اینطور نیستش که مثلا موقع فروش شما، مثلا من درخواست فروش میزنم، مثلا نمادمو میذارم همین، حالا تاپیکو فرض کنید تاپیکو نداریم داخل پنل، باید داخل پنل باشه. موقعی که تاپیکو رو مثلا من انتخاب بکنم، نوع درخواستم دوباره حجم و قیمته و حجم و قیمت روز، چون اینجا دیگه سرمایه نداره، توجیه هم نداره اون قضیه رو بخوام اضافه کنم. حالا این اون صحبتی که گفتم میخوام اینجا بهتون بگم، مثلا من اگه حجم و قیمت روز رو بزنم، میگم آقا همون 5000 تایی که من خریدم رو
به قیمت روز برام بفروش. اون قیمت روز مفهومش همینه، درخواستش هم درخواست روزه، یعنی روز بعد. و خریدی که انجام میده برای من الزاماً تو کف قیمت نیست. مثلا بیاد بگی خب ما تو کف قیمت بفروشیمش، رو مشتری درخواست داده، توی بهترین قیمتی که میتونه بفروشه واقعا میفروشه و این اتفاق واقعا میفته. حجم و قیمت هم که میگه آقا من تعدادم اینقدر، میخوام کف قیمتی اینقدر برام بفروشی، اگه از این پایین تر بود برای من نفروش. و روز تو مشخص میکنی که حالا تاریخش هرچی باشه اینجا مشخص میشه. این پنل در واقع آفلاین آگاهه که بسیار بسیار کاربردیه. الان مثلا من درخواستی از برای پیزد اگر بخوام بزنم، برای خرید ارزهای اولیه هم بخوام بزنم، اینجا در واقع حجم و قیمت رو میزنم، سقف قیمتی رو میزنم، سقف قیمتی که میشه برای ارز اولیه وارد کرده اینجا میزنم، تعدادی هم که من مد نظرم برای خرید اینجا میزنم، حد اکثرش نباید از حد اکثر تعداد اعلام شده بیشتر باشه. درخواست رو هم میزنم تا تاریخ، مثلا میام تاریخ رو مشخص میکنم و همون 31 که اعلام شده برای من بخر و شروع میکنه خرید زدم. به این صورت در واقع اتفاقی که میفته، شما میتونید از پنل آفلاین کارگزاری آگاه به راحتی استفاده کنین بدون اینکه هیچ مشکلی براتون پیش بیاد. در مورد پنل آنلاین هم قبلا توضیحاتی دادم که میتونین داخل یوتیوب و آپارات من توضیحات رو ببینین. اگر خواستید بیشتر با من در ارتباط باشید یا اگر خواستید ویدیوهای دیگه کانال من رو ببینید، به کانال آپارات یا یوتیوب من مراجعه بکنید و حتما مشترک کانال بشید. اگر هم میخواید مستقیما با خود من در ارتباط باشید یا سوالات بورسی دارید که ترجیح میدید از خود من بپرسید، میتونید توی پیج اینستاگرام من عضو بشید و اونجا منو همراهی بکنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. دوستتون دارم، ان شاءالله همیشه سود کنید. خدا نگهدار.